سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم چه کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. قراره با هم چه ریاکشن بریم دیسترکی که آدرویت داده به 021 کید به اسم فکج. نکته جالبی که داره، فکجی که من میشنوم اولین کسی که تو رپ فارسی تو ذهنم میاد 021 کید نیست. بعد ببینیم آیا بعد این ترک این تصویر رو تو ذهن ما میسازه که اگه این لفظ شنیدیم همچین کسی یادمون بیاد یا نه. یه نکته دیگه هم که میخوام بهش اشاره کنم اینه که رکورد دیسترک تو دنیا رو شکوندیم. تو 9 روز گذشته نزدیک 15-16 تا دیسترک منتشر شده توی رپ فارسی که فقط 8ش بین پوری و شاپور بود، که اینم خودش یه نکته عجیبیه. خلاصه این از این، میخوایم بریم آهنگ گوش کنیم ببینیم چه جوری هست. اما قبل از هر چیز یادتون باشه حتما کانالو سابسکرایب کنید اگر ویدیو خوشتون اومد، لایک کنید و به اشتراک بذارید، و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم این ریاکشن ویدیو رو داشته باشیم. فکر کنم این صدایی که داریم میشنویم اینا آهنگای وایکینگی و مال مراسم وایکینگا ایناست. من داره یادم میندازه یاد فیلم وایکینگز افتادم. یا یا بیا روشنه هنوز خطان کی تو کس خار ناموس بدخان تلگرام و ولش کن من فکش پشت و خیابون دوا من اصلا فش ناموسی چاشنیمه کیرم بره تو قهر و آشتی میزنم یه او پسر تو ماشینت لکنت بگیری به یه داشیم. آدروید چاشنی تو عوض کن واقعا، خدای خوشگل نی دیگه. تو رپ آمریکا هم اون موقعی که اونایی که خیلی دیگه خانوادگی میکردن و اینا بعد اصلا آهنگوشون الان بگردی هیچ جانی، حالا درسته یه لفظای خاص خودشونو دارن اینا دیگه، اینجوری نی انقدر نمیرن تو داستان چون بازی میشه هم جدیه میدونی، یه و یه اتفاق عجیبی میفته یه کوچولو تمیز سرش دیگه. آه بالتر نی آی ماشین لکنت بگیری به یه داشیم برو مادر کیونی کی تو ناموس اونی که رونی تو بابا چاقالی محمد دوغی میزنم وایرال شه صادق بوغی. قبول کن بیادبی آدرویت، میدونید دیگه من چه حسی دارم به لاین های فوش داره فوش کشدار خانوادگی. شادی لاپا توت بلند شد دنگا چشانی میگی آدرو تش چشامی جدیش نکن بریم به مالیم به تادیم جدی هم نه تنز کیا رب میزنم پسا کنسل شیا بد جدی تنزه بود دیگه برنامه کیا رب تو یوتیوب میذاش به من شرکه جدی هم نه تنز کیا رب میزنم پسا چه بیتی داره حاجی، بیت چقدر خفنه. نکن بریم به مالیم به تادیم جدی هم نه تنز کیا رب میزنم پسا کنسل شیا بد تلگرام و ول کن فش نده تو که خیابون میبستی سیامن دیل یو که کونیه من مفکش کونیه. چی بگم ای باشه کونیه این که کلم فیتاشم پولیه کسخار راش میلینز اینجا ببین آدرو چی میگه کیری فیس تو به بمبا بانی من به نابانی دیدیل کشمای گوفی فیس آجی تو به بمبا بانی ما به نابانی گوفی فیس. این قیافه چه به اسکولاس راش میلینز هم که میدونی میگه با داداش راش میلینز میخوام فیت بدم و این داستانا به اون برای همون داره به اون اشاره میکنه. شامپولیه کسخار راش میلینز اینجا ببین آدرو چی میگه کیری فیس تو به بمبا بانی من به نابانی دیریل تشمایم گوفی فیس میچشی طعم گلوله رو میدم دهنت مملی دودوله رو کارو میذارم گوش گلود میگی دادشی فقط فرو نکن. بعد سمه پوری آدرویتا بد سمه. فکر کنم اولین باره داریم ویدیو میگیریم ریاکشن میریم، البته که تو لایو رفته بودیم خیلی زیاد ولی ویدیویی که جدا بدیم اولین باره. و لارو کاردو میذارم گوش گلوت میگی دادشی فقط فرو نکن ناموس جرداد پلش فیسی امو قنات خودم میندازم گردنت قلاده هم خودتو هم محرم درداد الگوی من پس آجی بیتش خیلی خوبه اینجا هم که این اتکه بیتش منو داره الان که دقت کردم، حالا خوب دقت نکردم از اول همین بود یا نه، ولی خیلی شبیه سریال وایکینگه. یعنی اینا من فکر کنم شاید یه سمپل یه سی برشن کلا هم تو اونا ساوندشون شبیه همه.
ولی خیلی بیت جذابه. نازم گردنت قلاده، هم خود تو هم محرم دردات. الگوی من پسکو چی منه، یه چی دارم فرو کنم تو جیبم. گوچی مین البته ها. امو قنات خودم میندازم گردنت قلاده، هم خود تو هم محرم دردات. الگوی من پسکو چی منه، یه چی دارم فرو کنم تو جیبم. الگوی تو گوچی منه تو جیبمه. ای دیری همه کونی سولاخت گوگرد بری، من اصلا خوش ناموسی چاش ها؟ گوگرد؟ نمیم اونجا گوگرد بریزی چه اتفاق میفته؟ یه تو یوکی دیری همه کونی سولاخت گوگرد بری، من اصلا خوش ناموسی چاشنیمه، کیرم بره تو قهر و آشتی، میزنم یه پسر تو ماشینت دکنت بگیری بگی اداشیم، من اصلا خوش ناموسی چاشنیمه. چاشنی خوبی نی میکیرم بره تو قهر و آشتی، میزنم یهو پسر تو ماشینه دکنه بگیری بگی اداشیم. آجی بیتش خیلی خفنه، دمش میگم چه بیتی زدم. راکی فلیپ بیتش خیلی کر است، بیتش خیلی دوست دارم. خب ترک رو با هم شنیدیم. چیزی که داشتیم میشنیدیم اول که نقطه قوت آهنگ بیتش بود، بیت خیلی خفن بود، واقعا بیتش من خیلی دوست داشتم. ولی به قسمت اجرای آدرویت برسیم، خب آدرویت یه چیزی که داره و من خیلی دوست دارم اینه که خودشه، میدونی امضای خودشه، یعنی زیاد کسی رو نمیبینی شبیهش باشه، که جدیدن هم دارن میان و بچه‌هایی که شباهت‌هایی رو دارن، مدل ادبیاتش گفتارش اینا خیلی خودشه. گرچه من مشکل دارم حالا با یه سری از ادبیاتی که استفاده می‌کنه، مثل اون فوشا و اینا دوست ندارم، حالا مشکل دارم که به نظرم قشنگ نیست اون استفاده بشه تو موزیک و اینا، و بجز اون داستان‌ها اینش خیلی برام باحاله که خودش اصلا کاری نداره، خوششون میاد نمیاد هر چیزی، و این خودش یه ریسک بزرگه و انتخاب می‌کنه. حالا شاید هم خیلی بگن نه بابا چرا، اصلا چی رپ باید فلان جور باشه، باید مهمان جور باشه اینا، نه اصلا همچی چیزی نیست، چون شبکه 4 که نیست. به هر حال زمانی که رپ فارسی همه گیرترین ژانر موسیقی ایران هست، سلیقه های مختلف میان، سلیقه های مختلف تولید میکنن و سلیقه های مختلف جذب میشن. اصلا این که دلیلایی که یه سبک میتونه همه گیرتر بشه اینه که میتونه سلیقه های مختلفو کاور بکنه، دیدگاه های مختلفو بتونه توش داشته باشه. بنابراین این پاپ ما همش یه چیزه، میدونی همین میشه که نمه نمه اون همه گیریش از بین میره، چون کلن یه چیزه و سلایق مختلف، ادبیات مختلف، رویکردهای مختلف، دیدگاه‌های مختلف، اینا همه با هم میاد و این جامعه رو میسازه. جالبیش هم همین، حالی که حال میکنه میکنه، یکی حال میکنه نمیکنه. در کل من این آهنگ رو از زنا بیشتر دوست داشتم، در کل از زنا بیشتر دوست داشتم، و کلن ایست که از آدروید دوست دارم اینه که کاراش یه فان خاصی داره و اون لحظه‌ای که داری اون کارو گوش میدی اون فان حال میده بهت، و اون ادبیات خاص خودش که برای به هر حال جایی که توش بزرگ شده و اون منطقه و این حرفا، اونم یه امضای خاصیه که خیلی نمیبینی. در کل اینا در کنار هم جذابه. و ولی خب یه نقدی که من از آدروید دارم، آهنگی که زیاد ازش گوش بدم، یعنی آهنگ رو گوش بکنم زیاد بره تو گوشم و تایم زیادی پلش بکنم، کم داره. اونایی هم که داره که این شکلیه فیت بوده، که اونا هم با تی جی بوده و دو سه تا داره که من الان دو سالی میشه دارم گوش میدم، ولی به جز اونها آهنگایی که تکی گوش میده یه کوچولو این داستانه رو برای من کم داره. حالا شاید خیلی باشن که هزار بار این آهنگو گوش میدن. در کل باحال بود، در کل باحال بود، مخصوصا بیتش خیلی کری میشد کارو زیاد. و یه حس دیگه‌ای که من از آدروید گرفتم، حس میکنم رفته بود پشت میکروفون همینجور، یعنی حسه میکنم نشسته بود پانچینا دراره، چون به عنوان یه دیس اون پانچ، میدونی حالا پانچ داشت نمیگم نداشت، ولی پانچی که اون پرسیجه رو داشته باشه یا اون سنگینی رو داشته باشه که از مخت بیرون نیاد، از اون پانچ من نمیدیدم. و کلن کار این فازو به من میداد که بیتو شنیده بود رفته بود پشت مایکو گرفته بود و این حسو به میداد، خیلی فکر شده و نوشته شده نبود، و همون وایسایی که میداد و یه کوچولو حالا
با قافیه بندی منتشر کرده بود. حسب کنم این مدلی بود. ولی در کل خسته نباشید میگم بهش و مخصوصا بیت میکرای کار که چه بیتایی زده بودن، کاور کارم خیلی خوشگل بود. خلاصه این از این خسته نباشید میگم و همشون نظر شما چی بود حتما توی کامنت ها بنویسید. دمتون گرم است که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی. See you soon.